سلام میکنم به خانمای خوب تو خونه. همونجور که قرار گذاشته بودیم که یه مقدار از گرفتاریامون کم بشه که بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم، امروز به اتفاق شادی جون در خدمتتون هستیم برای آموزش دلمه کلم. امیدوارم که این دلمه رو با سلیقه خودتون و با عشقی که با آشپزی پیدا میکنید که حتما هم دارین، این دلمه رو درست کنیم و در کنار خانواده نوش جان میکنیم. من امیدوارم که حال دل خوبی داشته باشیم. شروع میکنیم. خواهش میکنم به تمام اون فوت کوزگری که در آشپزی به کار میره توجه داشته باشیم. اول از هر چیز پیازی که میخوایم خرد بکنیم برای مواد لازمی که توی برگ پیچیده میشه حتما این قدیمی ها نه نگینی نه هیچ به این حالت پیاز رو خرد میکنیم. پیاز اگر درشت باشه به دو نیمه میکنیم که زیاد خلالاش بزرگ نباشه. پیازی که خرد کردیم میگم این دلمه یا غذاهای دیگه فقط حوصله میخواد، حوصله باید داشته باشین و به عشق با آشپزی داشته باشین. اگه بخوای یه چیزی رو همینجوری سنبل کنین و درست بکنین و که بگین حالا زور همسرم میاد و بالاخره یه قرمه سبزی میخوام درست کنیم یا یه همینجوری یه چیزی درست کنیم، نه، من کلا قبول ندارم. حتی اون نیمرو رو هم که میخواید درست کنین حتما باید با عشق و با سلیقه این کار میشه. پیازمون تقریبا داره آماده میشه. مواد دلمه رو از قبل به خاطر اینکه تخمیر زیاد نباشه من آماده کردم. برنج و لپه رو یک جوش میدین به صورتی که برنج رو آبکش میکنیم و همینطور لپه رو زیاد نباید از حال بره. وقتی که اینها آماده شد پیازمون الان آماده است. شادی جان ماهی تابره رو لطف کنیم بذار رو گاز. پیازی که سرخ میکنیم، پیاز البته نباید زیاد قهوه‌ای بشه، باید طعم پیاز تو غذا حتما نشون داده بشه. پیاز وقتی که داره طلایی میشه یه مقدار زردچوبه بهش اضافه میکنیم. بعد گوشت رو بهش اضافه میکنیم. موادی که برای دلمه کلم به کار میره سبزیجات از جمله تره، جعفری، گشنیز. چون الان فصل ترخون و مرزه نیست ما میتونیم از مرزه و ترخون خشک استفاده کنیم. همون که ملاحظه میکنیم سبزی تازه رو من خرد کردم و مرزه و ترخون رو یه مقدار کمی ریحون و نعنا خشک به این سبزی تازه من اضافه کردم که اینو یه مقداری می‌ریزیم تا پیاز داغمون آماده بشه که بقیه موادم به این اضافه بشه. برنج و لپه رو بهش اضافه می‌کنیم. البته اگر مایه‌تون یه مقدار زیاد اومد این مایه رو قشنگ راحت آسوده میتونید توی یک ظرف دردار بریزید و بذارید تو فریزر که هر زمان که خواستید دوباره مجدداً این دلمه رو درست بکنیم ازش میتونید استفاده بکنید. سبزی و برنج و لپه رو با هم دیگه تخلوط کردیم. البته من چون خیلی قدیمی ها رو خیلی آشپزی هاشون رو قبول دارم و دوست دارم میدونی که اونا از این حالتی که نمیدونم نمک و
یک دوم، یک چهارم، یک سوم، نه تو این خطا نیستم. من چشمی کار میکنم، یعنی به این صورت نمک رو میریزم. البته زیادم نمک پر نمک نیست. فلفل میریزم، نمک فلفل. این دلمه ادویه خاصی نداره، فقط نمک و فلفل. شادی جان اون پیاز داغ رو یه اینم بگم، خواهشم وقتی که پیاز میذارید برای سرخ شدن هی همش نزنید، پیاز آب میذارید و خیلی دیر سرخ میشه. کلن بعضی خانوم‌ها رو من دیدم که وقتی که غذا دارن درست میکنن خیلی دوست دارن این غذا رو خورش، مثلا دیدم خورشت قرمه سبزی، خورشت حالا قیمه، خورشت هر خورشتی رو دیدم با استادن بالا سر قابلمه هی اینو دارم هم میزن. این کار غلطه، شکل غذا از بین میره و اون متریالی که تو قابلمه هی شما دارین هم میزنین اون از بین میره اگر لپس نمیشه، اگر برنجی نمیشه. پس بنابراین از هم زدن غذا خودداری کنید. ما الان پیازمون در حال سرخ شدن هم نمیزنیم تا یک مقدار پیاز رنگ بده، عوض بشه. خیلی کم زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم. شادی جان زردچوبه رو من بریم، زردچوبه رو بهش اضافه میکنیم، گوشت رو بهش اضافه میکنیم. گوشت وقتی که رنگش رو یه مقدار تغییر داده شد، رنگ گوشت تغییر داده شد، یه مقدار روغن رو با گوشت و پیاز دار سرخ میکنم. امیدوارم که دلمه امروز رو بخورید و لذت ببرید که گفتین شام ایرانی، شام ایرانی دلمه ها خیلی وسوسه‌تون کرده. امروز هم همون دلمه شام ایرانی و من امیدوارم خانمایی که این دلمه رو یاد میگیرن و درست میکنن حتما نمونه کارشون رو برای من بذارن و ببینم که آیا عشق و دل به این کار دادن یا ندادن. بله حتما یه چالش آشپزی هم داریم، هر دفعه غذاهایی رو که خانم عربی جلالی آموزش میدن خانمای خونه برای ما درست میکنن، دیزاین میکنن که ما از بین اون غذاها یه مسابقه برگزار میکنیم و جوایزی هم داریم. اینا همش تشویق و ما اینا همش تشویق برای اینکه خوب باش بزن کنیم. خیلی خواهش منم باید درست کنم، حتما این کار برد. دختر خانمای تو خونه، دختر خانمایی که تازه به خونه بخت رفتی، به شما هم دارم میگم اینا صرفا برای خانمای خانه‌دار نمیگم که یه عمر دارن کار میکنن و تجربه تو این کار دارن. شما دخترای جان خواهش میکنم از غذاهای سنتی که واقعا لذت بخشه استفاده بکنید و اینقدر این غذاهای فسفودی رو نکنید. من فکر میکنم کافیه سرخ شدن این پیاز. پیاز داغو که دیدیم طلایی شد، زردچوبه رو بهش اضافه کردیم، الان گوشت رو بهش اضافه میکنیم و شروع میکنیم گوشت رو از هم باز کردن که قلمبه قلمبه توی دلمه دیده نشه، یعنی از همدیگه جدا بشه که شکل قشنگتری رو داشته باشه. پیاز داغمونه و گوشت چرب شده، البته اگر گوشت گوسفند و گوشت گوساله هر دو مخلوط با هم باشه خیلی بهتره. چربی گوشت مشخصه، یه مقدار گوشت گوسفند و کلن گوشت گوسفند غذا رو خوشمزه تر میکنه، خورشتامون رو خوشمزه تر میکنه. ولی به خاطر اینکه یک مقداری این مثلا کباب کوبیده رو وقتی گوشت گوساله بهش یه مقدار اضافه میشه کباب ترتر میشه،
اینم به خاطر اینکه گوشت گوسفند یه مقدار چربه، ما یه مقداری از گوشت گوساله هم بهش اضافه میکنیم که چربی گوشت گوسفند زیاد تو غذا مشخص نباشه. شادی جان ممکنه خواهش کنم ربع به من بدین؟ الان ببینید کاملا رنگ گوشت تغییر کرده، احساس میکنیم که قشنگ تف داده شده. و الان در حال حاضر ما چیکار میکنیم؟ ربع بهش اضافه میکنیم. اینه بهتون بگم ربع تو هر غذایی، یعنی تو دلمه، توی مواد لوبیا پلو، حتما ربع رو تف بدید که رنگ ربع قشنگتر میشه تو غذا وقتی تف داده میشه. من دیدم بعضی از خانما غذایی که درست میکنن ربع رو همینجوری میریزن تو غذا، در صورتی که ربع رو حتما باید یه تف بدیم که رنگ گوجه فرنگی در بیاد. وقتی که رنگش در اومد، خب غذا خوش رنگتر و قشنگتر دیده میشه و طعمش هم خیلی بهتر میشه. حالا اومدیم برای اینکه وقتمون زیاد گرفته نشه، ما یه دونه کلمو از قبل درست کردیم، گذاشتیم که آماده باشه که این مقدار وقتمون سریعتر پیش بره. کلمو که شما گرفتید، این قسمت کلمو با چاقو قشنگ هرچی عمیق‌تر باشه برگا زودتر از هم دیگه جدا میشه. این قسمت کلمو حتما با یه چاقوی تیز عمیق شروع میکنیم به بریدن، به این صورت که این در بیاد. وقتی در اومد، این زایده هایی که اینجا شما ملاحظه میکنید، اینا رو هم بگین که برگ زودتر خودش رو رها کنه، برگا زودتر تو آب جوش خودش رو بکنه، چون اینا همه به این وصله. ببینید به این صورت، دیدین؟ خب این کلم رو وقتی که اینجوری درست کردید، قابلمه آب رو میذارید، آب جوش، آب که جوش اومد، این کلم رو به این صورت وارد قابلمه میکنید، زیر قابلمه کم میکنید که برگا زیاد از حال نره. بعد خود اینا دونه 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 خیلی با نوک چاقو تو قابلمه شما شروع کنید اون برگا رو از هم جدا بکنید که برگا خود نشه. خب ما اینو میذاریمش کنار. این فقط برای اطلاع رسانی به شما بود که چجوری این توی کلم باید در بیاد. کلم ها رو کلن جدا میکنیم به این صورت که میبینید من دارم جدا میکنم. معمولا وسط کلم، چون خیلی دیگه کوچیک میشه و خیلی فشرده، من همیشه اون وسط کلم رو خرد میکنم. همون زمانی که دارم دلمه کلم رو درست میکنم، بقیه کلم رو خرد میکنم، تو روغن تفت میدم، میذارم کنار برای کلم پلو. حالا کلم پلو رو هم بعدن ما حتما به شما میگیم که چجوری باید درست بشه و چقدر چیز خوشمزه ای هم میشه. خب این کلم رو که آماده کردیم که میبینین این وسطی کلم رو در بردیم، باز این کلم رو به این صورت توی قابلمه میذاریم و میذاریمش که مثل اون یکی برداشت باز میشه که ما بتونیم کلم رو بپیچیم. گوشت و پیازداغ ما آماده است. گوشت و پیازداغ رو به مواد سبزی و برنج و لپمون اضافه میکنیم. البته اینم بهتون بگم، دلمه ها اگر یه مقدار با روغن حیوانی هم درست بشه، که الان پزشکا گفتن روغن حیوانی هیچ اذیتی نمی کنه، چربی رو بالا نمی بره و شاید روغنهای دیگه یه مقدار ممکنه مشکل ساز باشن. حالا ما اون موقع نون روغن از مدرسه می اومدیم، نون و روغن می خوردیم، برای همین الان اینقدر پیبراه و سر خارچه رو شما وایستادیم بدونیم کار میکنیم. گوشت و برنج رو با هم دیگه مخلوط میکنیم به این صورت
شاید چون شما اینو خیلی آروم من گفتم هم زیاد نخوره غذا این فقط گوشتا که اینا که قلومه قلومه هست یه مقدار با سر خب شما میایم سر کلم ها کلم معمولا اینجا شکل زایده داره که امکان داره که درست نذاریم و دلممون قشنگ پیچیده بشه این قسمت رو با چاقو میگیریم ملاحظه میکنیم به این صورت میشه بعد برش میگردونیم اینجوری برش میگردونیم که این که صاف کردیم قشنگ بیفته توی دلمه اینو میذاریم بعدیش اینم درست میکنیم همینجوری همه رو دونه دونه تمام این برجستگی های کلم رو میگیریم و برعکسش میکنیم یعنی اگر اینجوری هست اینجوری گودش میکنیم که این زائده ای که توی کلم هست توی کلم بیفته خب اینم آماده شد دلممون این برگامونم آماده شد تقریبا میریم برای پیچیدن دلمه گفتیم که برای تای دیگه تای دلمه از این برگای کوچیک استفاده میکنیم میذاریم کف قابلمه که دلمه ما خدایی نکرده نچسبه گرچه قابل ما همه تکرونه و نمیچسبه ولی ما اون اطلاعی که باید بکنیم با این همه زحمتی که میکشیم یه موقع اتفاق بدی نیفته برای خب ببینید تای قابلمه ما آماده است برگای ریز دلمه رو ما چیدیم برای تای قابلمه حالا شروع میکنیم که دلمه رو بپیچیم گفتم که برگا رو برعکس گودیش رو تیز میکنیم از این مواد ببینید دلمه رو من دوست ندارم که خیلی ریز پیچیده بشه دوست دارم وقتی دلمه خورده میشه لااقل یه چیزی آدم حس بکنیم دلمه توپل همچین پرملات اول این قسمت دلمه که با چاقو از چیزش کردیم بعد کنار این بر بعد این بر بعد این بر به این صورت دوباره این بر رو به طرف گودی چون برگشی خوده کوچولو موچولوه سعی میکنیم که مواد کمتری رو بریزیم که دلمه باز نشه این بر این بر اگر دلمه رو که تو آب جوش گذاشتیم خوب چیز نشه امکان داره دلمتون ترک برگا ترک بخوره و ترک میخوره مواد ممکنه از لاش بزنه بیرون که زیاد خوشگل نیست تا اونجایی که میتونین سعی کنین که برگاتون ترک نداشته باشه میگم این همون فوت کوزگریه که خانمای عزیزمون با صبر و حوصله ببینید دلمه وقتی درست میشه باید یه حالت شیشه‌ای که اون مواد از زیر این برگ پیدا بشه تمام زیبایی این دلمه برگ اینه که مواد اینه شیشه از این زیر پیدا بشه تو شام ایرانی هم همینجور بود ببینید این پشت ببینید بازم من دارم توضیح میدم این پشت که با چاقو بریده میشه دقیقا بدید تو از تو مواد بریزید از اون ور نریزید که این قشنگتر دلمه پیچیده میشه صد درصد میدونم که امروز غذای بسیار خوب و با سلیقه‌ای درست میکنی هم بچه ها عشق میکنن میخورن هم همسر نازنین آقایم خسته از سر کار میام دقیقا بچه بوی چی میتونه باشه؟ به
ببین مثلا این الان برگ ما چیه؟ الان این برگ پاره شده. یک جوری نمیشه توش موادی میزنی بیرون. مجبوریم که حالا اینو بذاریم کنار، بعدن وصلش میکنیم. از برگای دیگه وصله میخوریم. وصله به خاطر اینکه مواد نزنیم. حالا اینقدر آموزش داریم بهتون بدیم. البته من فقط آموزش غذاهای سنتی رو برای شما میدم، چون اهل غذاهای فرنگی و تشکیلات و دم و دستگاه نیستم، فقط غذای سنتی خودمون. همیشه میدونید که سفره های ایرانی همیشه زیبا، پررنگ و لعاب، با کیفیت بسیار عالی. البته الان یه مقداری باید چیکار کنیم؟ صرفه‌جویی بکنیم در خرید و این چیزا، چون خیلی همه چیزی رو بینیم ریخت به پاش نشه، تیف و میل هم نشه. آفرین. البته یه نقطه هم که داریم، بخش غذاهای سنتی به کنار یه بخش آموزش غذاهای فرهنگی هم داریم، بخش آموزش کیک و دسر داریم که میگم البته اونها رو از عزیزانی که در این رشته تجربه های خیلی زیاد دارن حتما حتما ما استفاده میکنیم. چقدر عالی. حالا این دلمه کلم، ما دلمه بادمجون داریم، دلمه فلفل داریم، دلمه گوجه فرنگی. البته گوجه فرنگی رو من زیاد باهاش موافق نیستم، فقط خوشگله به دلیلی که خیلی زود از بین میره. گوجه فرنگی وقتی بخار میخوره از بین میره دیگه، نمیشه اونجوری مهارش کرد. ولی دلمه بادمجون داریم، دلمه فلفل داریم، فلفل های رنگی داریم، البته خیلی مجلسیه، خیلی هم زیباست. ببینید چقدر زیبا. ببینید اینا باید تنگ تنگ هم دیگه پیچیده بشه که وقتی که موقعی که رو گاز میذاریم و داره ریز ریز بر خودش میجوشه، اینا از هم دیگه باز نشه، اینا همه پوته پوزه کردی. آفرین. الان ببینید این برگ ما وصله میخواد. وصلش چیه؟ یه مقداری از اینو میبریم جاهایی که میبینیم ترک برداشته، این وصله رو میذاریم. ببینید این وصله رو میذاریم، مواد رو میذاریم که این مواد از توش بیرون نزنیم. و اینجور و اینجور اینجور. بعد بایستیم تا کلمه بعدی آماده بشه. خب الان یه دونم داریم اینجا، اینم از اون برگاییست که کوچیکه، باید مواد کمتری بهش اختیار بشه. خانواده بچه دارن میتونن از اینا برای بچه هاشون استفاده کنن. والا الان اینقدر ذائقه ها عوض شده، اینقدر بچه ها بهشون فست فود داده شده که من فکر میکنم وقتی نمیدونن این غذا ها چیه. و واقعا این مادرای عزیز محترم، قربونتون برم، بچه ها رو با غذاهای سنتی خودمون آشنا کنید. هم کیفیتش عالیه، هم میفهمن چی خوردن. غذاهای فسفودی شاید برای مثلا حالا یه موقع هوس بکنه، ما یک بار اونم تو خونه خودتون درست بکنید. پیتزاست خودتون درست بکنید، موساکاس خودتون درست بکنید، چیزایی که با پنیرهای پیتزا درست میشه که اکثرا خیلی هم زود آماده میشه، خودتون درست بکنید. بیرون نخورید، چون نمیدونم که روغنش چجوریه، چجوری تبخ شده، مخصوصا الان تو این بیماری که اومده و خیلی ما باید مواظب باشیم، خیلی باید مواظب سلامت خودمون و خانوادهمون باشیم، اینا رو خیلی باید مراعات بکنیم. اینم از همون رسم ببینید یه مقداری من فکر میکنم اینجاش ببینید یه مقدار پارگی داره. چیکار میکنیم؟ وصل پوت کوزگری، وصل پینه،
این وصله رو میذاریم و مواد رو بهش اضافه میکنم. آشپزی هایی که شما قرار آموزش بدید و غذاها این مامانا خودشون خونه قدید درست میکنن. باید همین کار کنم. غذاها چه سنتی چه فرمی؟ باید همین کار کنم. من فکر میکنم که البته ذائقه است سلیقه است. من فکر میکنم که همون اشکنهی که تو خونه درست میشه ترجیح میدم به غذایی که بیرون بخوام بشنم. هم هزینه خیلی بالاتریه و هم نمیدونی شما چی کردی. من همون اشکنرم با اشکنه دم که باقایی با ترشی اینا غذاهای سنتی خودمونه. حیف از یادمون بره، واقعا حیف از یادمون بره. اون موقع ها بعد از ظهر که میشو معمولا خانواده ها آش رو به صورت عصرونه میدادن، ناهار نمیدادن. بعد از ظهر همه جمع میشدن، خانواده البته همه جمع میشدن، به سربر نیست که همه اصلا که دور شدن، هیچ کسی هیچ کسی نمیبینه به خاطر این بیماری پردرد کوفتی. واقعا همه جمع میشدن بعد از ظهر تو حیاط میشستن، سماور قلقل میکرد و آش رشتم که آماده ریخته بودن تو این ظرفای سرامیک همه‌داری بود. و موقع پوشم تمام تزیینات سیم و کشک و تشکیلات و دم و دستگاه می‌ریختم، می‌ذاشتم کاسه‌ها رو می‌ذاشتم، همه می‌شستن گوش تا گوش، مادر، پدر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمه، دایی، دختر، داماد، عروس، بچه، نوه، نتیجه، همه می‌شستن کنار هم گل می‌گفتن و گل می‌شنیدن. من امیدوارم که دوباره این مسئله تو خونه ها برگرده، این عشق و صمیمیت تو خونه ها برگرده و امیدوارم با این غذاهایی که ما به شما آموزش میدیم همه دوره هم در سلامت کامل بشین و نوشیدن کنید. دلمه ما حاضر شد. البته یه مقدار چیزایی که من بهش اضافه کردم که باید توضیح بدم. دلمه رو که وقتی گذاشتیم توی ظرف، گذاشتیم رو گاز، یه مقدار آب می‌ریزیم، دوش آب معمولی می‌ریزیم که این دلمه پخته بشه، برگ‌ها پخته بشه، محتویات توی دلمه پخته بشه. وقتی که پخته شد یه مقدار کمی رب توی آب حل می‌کنیم، می‌ریزیم روی دلمه، شکر، آب بوره، نمک، همه اینا بهش اضافه می‌کنیم، یه مقدار روغن بهش اضافه می‌کنیم، بعد دیگه می‌ذاریم ریز ریز برای خودش آماده میشه برای جا افتادن دلمه. الان دلمه ما حاضره، فقط بخواهیم بکشیم که شما نگاه کنید، لذت ببرید، تو خونه درست بکنید و نوشی جان بکنید. موقع کشیدن دلمه خب خیلی باید مواظب باشین که دلمه ها لی نش. خب و برگا باز نشید. آفنی به شادی خواهد صد درصد میدونم شما درست میکنیم، موشه جان میکنیم در موشا می‌بینید چقدر آروم باید این دلمه ها برداشته بشه که برگاش صدمه نبینه، لید نشه، شکل دلمه از بین نره. این آماده. حالا یک مقداری از سسی که زعفران و آب قوره و شکر هست ما روی دلمه ما میریزیم به این صورت. بفرمایید ناهار دیگه نه بفرمایید شما. خب این دلمه ما برای خوردن آماده است دیگه. دیگه امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم همراه با خانواده. البته این دلمه‌ای که ما الان درست کردیم
جوابگوی یه 17-18 نفر هست. این نمونه دلمه رو گذاشتیم که فقط نگاه کنید و یه زن ببرید. قطعاً عوامل پشت صحنه لذت کافی رو میبرن. 100%. نوش جون هم بگی. مرسی از اینکه با ما بودین. همراه با بانو. این هم دوری که برگیشن. تا برنامه بعدی روز خوش.